Yeah. Haicha. Bale. Haicha. Ha toy. از این بتونم استفاده بکنم. آی کیش. بله واقعا که چقدر حساب شده بود کیش شما. آه. بله بله. سرت هوایا پایینه. ها این ماتش مانده. خیلی با چرا اینجوری میکنی؟ ای الان مات. این چجور مات کردنیه؟ ها این نوش و گوان مات چلنگ. ها این مات چلنگ حالا و گوام که فلسفش چی بود؟ ببخشید مزاحم شدم. راه شیراز از کدوم طرف هست؟ ها شما چه کاره‌ای؟ غریبه‌ای؟ بله من غریبه هستم. توریست هستم. میخوام برم شیراز. خب چرا همچی کردی؟ یارو توریست بود. ها من از آدم غریبه خوشم نمیاد. غریبه نبود، توریست بود. خب همین به فامیلش کار ندارم. غریبه باشه خوشم نمیاد. حالا توریست میده یا استقرار زاده؟ فامیلیش توریست نیست. این توریست بود یعنی گردشگره. هایی که گفتی یعنی چه؟ بابا توریست یا گردشگر کسیه، شخص خارجیه که میاد یک جایی رو دیدن کنه. اگه جایی جاذبه های گردشگری داشته باشه، یعنی نقاط دیدنی داشته باشه، بره اونجا رو ببینه. این توریست ها با خودشون پول میارن، خرج میکنن. هایی جا نگهدار. الان این بخشی که پول و یاران خرج بکنن رو بیشتر توضیح بده. خب برای این توریست هم که میان با خودشون فرهنگ میارن، تمدن خودشون رو میارن، این وسط یه تبادلاتی صورت میگیره. ها نه این بخشش اول کن. اون بخشی که گفتی پول و شد او چیه؟ ببین ما میتونیم بریم بخشداری صحبت بکنیم. یه بخشی رو شما یه ردیف بودجه یا به صنعت گردشگری اختصاص بدیم. خب وقتی اینجوری بشه اینا با خودشون پول میارن، یه مسائلی ها یعنی این منافع مالی داره؟ زیاد. یعنی اینا پول به ما بدن؟ بله. ها پاشو بریم. کجا؟ بریم بخشداری. این همینایی که گفتی تو بخشداری دوباره بگو. دیگه نمیخوای اصلا جزی کنی؟ اسم پول میاد حالتون خراب میشه. همتون ببینی آیون، ما رو در موسیقی نداریم. ما هم اقتصاد برره خیلی آسیب پذیره. درسته؟ به خاطر اینکه اقتصاد تک محصوله هستش و وابسته به نخوده. فردا اگه تو برره نخود نکارن همه گرسنگی میمیرن. برای همین باید فکر یک صنعت دیگه بود. و چه صنعتی از صنعت گردشگری بهتر؟ ببینی همین اطراف ها نگاه کنی، شیراز چه سودی از این گردشگری داره میبره؟ خب پس چرا شما کسب درآمد نکنیم؟ سبکو سبکو، ما که نمیفهمیم، یعنی نفهمیدیم که ای اقتصاد تک مسئولی حرفا چی بی. اما اگه وشه برای ای توریست یه ردیف بودجه در نظر بگیریم چیز خوبی بیتا. بله خب برای ببینیم میشه یه بودجه تعیین کرد برای چاپ کاتالوگ و بروشور و اینجور چیزا در جهت معرفی جاذبه های توریستی براره. برحال میشه در ردیف بودجه گردشگری یه بودجه هم برای اون تعریف کرد. اها حالا فهمیدم، این کیانوش میخواد از بودجه بخشاره استفاده بکنه برای تاپانه خودش. ای آقا این چه حرفیه شما میزنین؟ کیه که ندونه صنعت گردشگری چه درآمدزایی داره و چه منافعی داره؟ برحال شما در بخشداری هم میتونین یه بخشی رو برای تربیت تور لیدر تاسیس کنید. البته البته برای چاپخونه من هم منافعی دار. بله. عزیزان من توجه کنین، توجه کنین. این کیاجان کاملا درست میگه و حرفاش کاملا منطقیه. من با نظرش کاملا موافقم. ای تور لیدر که و گفتی یعنی چه؟ یعنی راهنمای گردشگرها و توریست ها، کسی که میره راهنمایی میکنه میاره جاذبه های توریستی رو نشون میده. آها گرفتم. من فکر میکنم این توریست باید خیلی چیز خوبی باشه. ای سردار
ای تورست پسند، ای تورست بدار، ای تورست سبکو شروعش نبکن. منم فکر بکنم کم کم درک بکردم که این چیز تک محصولی چیز خوبی نبید. اقتصاد تک محصولی همون بهتر بید که برای این یک ردیف بودجه برای توریست بذاریم که یک کیف بکنیم. آخ که من و میرم برای بودجه جیگر. ببین آقا کیانوش، تو اقتصاد بدره رو متحول کردی ها. از امروز اولویت بخشداری با صنعت گردشگری. افتخار صنعت گردشگری. حالا بگو هم این توریست از کجا پیدا بکنی؟ خب شما برنامه ریزی های لازم رو انجام بدین، توریست خودش با پای خودش میاد. به افتخار برنامه ریزی. ای علایی دیگه کاملا ماته. بله میخوایی اصلا دفاع شخصی کار کنیم به جو شطرنج بخیال چی؟ شطرنج بده دوباره بچین یه دست دیگه هم بازی بکنیم. بسیار خوب، بسیار تو شطرنج حریف من نبودی. اصلا این که هیچی، بدنسازی باید ببینیم چی. اکسکیوز می مستر، راه شیراز از کدوم طرف هست؟ ها گوش بگیر، شما توریست میدی؟ بله یس، من توریست هست. هایی بخوای بری شیراز؟ بله شیراز، شیراز. ها من ای تور لیدر شما بیدم، من شما رو و برم به شیراز، ای همه ایجا رو بد نشون بد. اوکی وای آمد. هایی چال اسکندرون بیدم، یکی از این بناهای تاریخی و کهن برره. برره یا شیراز؟ هایی همو این شیراز. عجب داستانی. این چال اسکندرون داستانش چیست؟ هایی چال اسکندرم مقدونی وقتی که به برره حمله و خست بکنم مواش و گفت که اگه به برره حمله و کنی آقت و کنم. او به حرف مواش گوش نوکر، آمد حمله کرد، افتاد تو ای چاله، افتاد تو ای چاله. بعد از او دیگه کلی سخنرانی برای احترام به والدین خودش در وکرد. عجب داستان جالبیست. 20 تومن بشد. یس های ها دست دادم. حالا دیگه ایجا تمام بشد. تخت جمشید کجا هست؟ ها تخت جمشید حالا نشانت بدم، عجله نبکن. بیا و یا برره بیده، یکی از دیدنی های مهم شیرازه. قول برره در شیراز چی میکنه؟ های نه این نشد، این چیزه، این که این برره یا خبیس اقد اینه اذیت کردن، این فرار وکرد پناه آورد به ایجا شیراز. این 36 تومن وشد. یس این دست درد نبه. حالا بریم این تخت جمشید هم من نشانت بدم. یس بریم. بفرم. وای. خدا بسید. این ارگ تاریخی برره بیده. برره یا شیراز؟ ها هموش شیراز. ای بزرگترین بنای خشتی جهان میده. چه عالی. هایی 20 تومن بشد. یس. حالا بریم ای تخت جمشیدم نشانت بدم. اوکی خیلی دوست دارم تخت جمشید بدید.
ها این تخت جمشید میدم. ولی عکسی که من از تخت جمشید دیدم این نبود. ها خیالت راحت، تخت جمشید همین بیده، این تخت ها اینم جمشیده. چطوری جمشید جان؟ سلام علیکم. آه خوب بیدی. سلام علیکم. من جمشید بیدم. ها این جمشید، حالت خوب؟ خانواده خوبه؟ الحمدلله. همه خوبه. ها سلام برسون. خانواده شما خوب بیدن؟ زنده باشی. ها این 60 تومن بشد. ها دستت درد نبکن. تخت جمشید دیدی؟ بله. ها ای. بله. حالا بریم. ولی من آثار دیگه ای هم هست. ها جمشید جان خداحافظ. خداحافظ. خوش خواست. خداحافظ. خدا آمدی آقا. ها ای سیاسه پل هم. نه من سیاسه پل در اصفهان هست، قبلا دیدم. ها نه او فرق فکوله. ای سیاسه پل اصلی ای بیده. ها این رودخونه اسم چی هست؟ ها این رودخونه که از زیر ای سی و سپر رد بشه، این آب رکناباده. ها این وشد 33 تومن. ها دست درد نمکنه. ها خیلی خوش گذشت، من دیگه باید شیراز رو ترک کرد و برم. ترک بکنی؟ بله. ها مگه من وزارم همینجا و مانی؟ فردا دوباره آثار تاریخی دیگه ای هست که باید نشانت بده. نه من خیلی ممنون، من برای شیراز یک روز در برنامه ریزی وقت گذاشتم. بی خود کردی. نه ای ما تو اینجا بد گذاشتم. نه خیلی مهیج. بد گذاشتم. نه خیلی عالی مهیج. آها پس و مانی ما جاهای دیگه داریم، ابت خوش بگذر، کاری و کنم بهت خوش بگذر. حالا بیا بریم جاهای دی. بیا میخوای از روی این سیاسه پر رد باشیم؟ ها بیا عزیز. اینجا حمام باستانی برره بیده، تمام شخصیت های معروف در تاریخ حداقل یک بار در این حمام برره حمام و کردن. من نفهمیدم، بالاخره برره یا شیراز؟ ها ایجا به برره وی گولن سجگه شیراز. آها. ها ای 41 تومن بشد. ها خوب دلت وقت توی حمامم و بینی؟ بله. ها این نوشد، وریم از او بر. میدان و حوض اصلی شیراز واقع در کشور مصر بیده. اینم که ببینیم مجسمه ابوالحوضه. وقت ایجا نور پردازی مخصوص بشه برای کسایی که میان ببینن. ای 17 تومن بشه. باشم. حالا گوش و کوبه چی بگم؟ حالا در این لحظه مراسم نوتوست و خرونه. حال داماد عزیزم کیانوش یادش بده. بله بله. اگه این توریست وره ما اون وقت از کجا واسه خودمان یه توریست جدید پیدا بکنیم؟ های نه مو من یه فکری برای این موضوع بکرد. چی بیت وکو؟ ها اینه من وکو هم که با اینه وکوشیم همینجا این چالش وکنیم، اون وقت این دیگه نوتون از اینجا بره. چی وکوی لازم نبید، اینقدر جاذبه های توریستی برای داره که این خودش ومونه. آفرین آفرین، خوب یاد برگرفتی. سبک و سبک و یه چیز ازت بپرسم. ببینم تو شیرازی هم یاد برگرفتی؟ لحشه شیرازی؟ نه نه سخت بود. یه کار نداشته بید یادت بعدم وگو جیگر. جیگر آفرین جیگر آفرین جیگر. حالا بخور بخم. خواهش بودم. یاد برگرفته. این همین که میزنی اینجا. هایی ارگ برره بیده، بزرگترین بنای خشتی جهان. ولی ما که اینجا اومده بودیم. جیگر.
ها نه او ارگ قدیم بیده ای ارگ جدیده 30 تومن وشد هاو سهم منم بده سهم تو چیه؟ ها سهم من بعد ودی وگرنه بهش وگوهم که اینجا شیراز دوید برره میده ها بهش وگوهم آه این خوبه وایا این کم بید بیشتر بده دسته دیگه بده یکی دیگه بده خوب ها دسته در درد کنه حالا راضی بشدم ها آقای توریست خوش بگذره اینجا شیراز نبید اینجا برره بید خیلی نامردی این بید دیگه شیفر را سر تو گول بمالید اگر یه وقت بخواستی بری شیراز من حاضر بیدم تور لیدر تو بشم اینجا برره است شیراز نیست؟ نه این من واسه توضیح بدم ای گوش نبکن نه نه توضیح لازم نیست من میخوام برم نه برو ای چیزه من و خواهی بری؟ یس من I want to go من میرم ها ای حالا نشانت بدم چجوری بری ببخشید میتونم خواهش کنم اجازه بدید من برم نه ترس جیگر کاری باید نداشته بیدیم که شیفرات وخات فردا تو رو وره جاذبه های توریستی برادر نشونت وده الانم سب وکو خودم برات برنامه بدارم برنامه های مختلفی در اینجا اجرا بچه شما خیالت راحت باشه آن چند روزی را که اینجا بمانید بهتان بد نمگذرم آخه من قرار بود فقط یک روز اینجا بمونم خانواده هم نگران هستن خانواده وقتی و فهمن که اینجا به تو خوش بگذرن اونا هم خوشحال بشن ها نگاه کن حالا ای چه وکن نگاه وکن حالا برنامه های متنوع دیگه هم اینجا حال نکردی؟ حالا بلا فاصله نوبت شادونه و سرناس بیده این شادونه و سرناس حالا طی مراسمی به صورت ای سمبولین ای مراسم قالی بافی زنان روستا را اجرا بکن ببین درست نگاه بکن تشویق نکنی نگاه بکن توریست جان لا قربونت بشم ما در اینجا امشب برای تو برنامه‌های متنوعی از خودمون در برده این کافی خب حالا این ندیدی حالا این بگوری برری شاعر مهم برره از خودش برای تو شعر در بکنم وایا وارد بشم سلام سلام خوب بیدید این شعر و مناسبت این توریست شعری که در وکردم و خونم برات گردشگری چه خوب بید بهتر از آب جوب بید گردشگری همین بید همین که دیدی بید 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 خوب بید عالی بید تشکر نکنید حالا ما ده چیه؟ من خواستم بهش بگم که ما امشب برنامه‌های متنوعی می‌خوایم از خودمون در بیاریم. ایاد 14 هدف و گفتیم. گوش بگیر منه. گوش بگیر. ما اینجا در مزرعه مراسم بزرفشانی داریم. حالا 4 تن از اهالی روستا به طور سمبولین و یعنی بزرفشانی نه یعنی بزرفشانی با جهت باد برای شما اجرا بکنه. ویان داخل باشید سلام علیکم سلام ای دقت بکن ای مهمه حواستون جمع ای حواستون به من ای باد از ای ور و یاد به ای ور ورو این نگاه به جهت باد و کنیم بزرا خودش افشانده بشه ها دست شما در دوه خدا حافظ هایی کفه کردی هایی چاله اسکندرون بیده
فکر میکنم که این دفعه سومه که اینجا رو میبینیم. پا یه لحظه ای نبگی. ای چال اسکندرون بیده. کاملا رفتارت غیر انسانیه با این توریست محترم. تو کاری که تو گردشگری تو تخصص نداری دخالت نبکن. این یه کار تخصصیه، فضولی نبکن. این کار شما نه تنها باعث میشه این توریست محترم ناراضی برگرده شهرشون، بلکه به کل صنعت گردشگری در برره لطمه میزنه. منم میخوام منافع خودم رو داشته باشم. آیی به تو چه مربوطه؟ من باید برخورد میکنم. اجازه بده میدم یه همچین کاری کنی؟ آره آره. تو وخای جلو این صنعت گردشگری تو برره بگیری. حالا این لال بشدی. این تنابم این بار به این ماشه نبستم که تیرم نکنه یه وقت خطا ورد. تو وقت جلوی سنتم چیزی که تخصص نداری نفهمی. حالا لالو شدی. حالا سبا کنینه ای چی بگه؟ چی بگی تو؟ آه یه لحظه خواهش میکنم نکشینش. خواهش میکنم خواهش میکنم نکشید. الان تمام شد حرفت؟ این نترس، ما اینا نوکشیم. این یه رسم میده تو ای برره. هر برره ای وقتی بخواد با داماد او خانواده مذاکره وکنه، ای جور مذاکره وکن. شما هم اگه خواستی با دامادتون مذاکره وکنی، ای جور مذاکره وکن. ها ای از محسنات میگن؟ ای هم محسنات ای توریست ها که چیزهای مختلف یاد بگیره در جاهای مختلف. ها این صدا چرا ایجا باید وگو؟ ها این نفهمم چی وگم. این ها یه دقیقه ای چیز که حرف بزن. میگم که من به تازگی همین الان چند لحظه اخیر فهمیدم که هیچ تخصصی در رشته در واقع گردشگری، صنعت گردشگری ندارم و بی خود تو کار شما دخالت کردم. از این به بعد هر چی میگین حق با شماست. هایی الان خوب. هایی نه ولش بکن. این شام حاضر بیدیم. ای الان آدم بشده دیگه. خوب بشد. و به افتخار این که مهمانمان دستش بسته بید شام تخت حلقوم و داریم. برای جماعت در هر شرایطی الهی من قربونشون وشم مهمون نواز میدم. حالا تا اولوله رو از حلقت وکش بیدم. به جای این کارا به این توریستمان تخت حلقوم خوردن یاد بده. نترسین اصلا من برو اوجا. و فرما و خوری. وا کن واقعا خجالت داشته بود. این شیر فرهاد پایین برره از صنعت گردشگری داره پول در بیاره، بعد شما بالا برره ونشستین دست رو دست گذاشتی داره نگاه بکنی. ای بابا خانم شما میگی ما چیکار کنیم؟ شما بفرمایید. من چه بدونم چیکار بکنی؟ یه فکر خوب بکنی. این شادونه داره این پوز توریستش از صبح تا شب به من وده. ها چی کار کنی؟ ببینم تو فکر نداری؟ ها من یه فکر عالی ندارم. حالا ببینم. Thank you.
ما به شما خوش آمد وگوییم و از اینکه در خدمت ما بیدید خیلی خوشحال بیدیم و ما از این بعد میزبان شما بیدیم. من ورود شما را به بالا برره خوش آمد گفته و براتون ساعات و دقایق خیلی خوبی را آرزو میکنم. ایشونم تور لیدر جدید شما بیدن که از فردا گردشگری در برره را با هم آغاز بکنید. از امشب هم اقامتتون همینطور که وبینید در ارگ برره شروع شده. شب 100 تومن بشه که این 100 تومن شامل اقامت و صبحانه و ترانسفرت بشه. بنده هم امیدوارم لحظات رویای در ارج برره داشته باشه. حالا شما حرفی ندارید؟ بله. دو بره دهنشو واز کن ببینیم چی میخواد بگیریم بنده خدا. بگو. یک ذره امنیت. آه خواهش بکنم. شما در امنیت کامل به سر ببرید و ما از شما حمایت بکنیم و دیگه همین دیگه. آه چیز شما الان باید استراحت بکنید. خوابتون باید شما؟ خب این مهم نبید که شما خوابتون باید یا خوابتون نباید. این مهم بید که شما الان باید بخوابی چون ما قرار فردا صبح بریم برای گردشگری برره. ها الان من تو رو بخوابونم. آماده بیدی؟ بخوابی بخوابی اینه خوابای خوش ببینی لله پوش پوشه. اینجا چال اسکندرون بید. این داستان چال اسکندرون ودونی چیه؟ این از مناطق باستانی این برره بید. اینجا این اسکندر وقتی وی اومد اینجا و نشست اینجا اینجا یواشکی گردن خود نکشید. حالا من فهمیدی چی بید؟ حالا من بخوام یک کاری باید نکنم. اینجا ما وقتی توریست و ویاریم بهش گردن خود بدیم تا این حال و هوای اسکندر خوب به دست بیاد. ها و فهمیدی؟ به صورت سنتی این کارو بکنیم. حالا من این خورده از این وکشم. حالا تو وکشی بیا بیا. خوب بید. حال وکردی. حال وقت من بید. حال و یوم حالا اسکندر قشنگ بتونی ببینی اینجا مثلا بیدن سلام اسکندر. بیست تومن بده. اجازه بده خودم در بیارم. این پولت کجا بید؟ اینم پول من. حالا برو اینو بقیهش هم بردارم. حالا این توریست من و قاپی. اولا که این توریست ما بید نه اون توریست شما. خیلی فرق فوکولت و خیالی بید. وقتی که این توریست قاپنده را پس قاپوندیم اون وقت و فهمی که فرق فوکولت یا نه. فکر نکردی تو عمرن و تونی اینو پس قاپون تو بونوتی. کی بگویی؟ تازه همه یه برره را من نشانش و دادم قبلا. تو نشان و دادی. اولا که گوش بگو به این چی بگویم. این ما اولا تور لیدریه بنده از تور لیدریه شما خیلی بهتر بید. این دومه این مناطق باستانی برای انقدر زیادی که با یکی دو بار نمتونی همشو ببینی. باید طوری ببینه که به ماهیت اینجا قشنگ پی ببره. مرگ. خوشت ویو من. حالا ویا اینو باز نگاه بکنه. خیلی خوش آمدی آقای توریست. امروز آوردیمت اینجا برات یک برنامه ای اجرا بکنیم که ببینی فرهنگ بالا برده یا چقدر پایین برده یا بالا برده. ای آلبالو، ای اینک، ای کلاه، من پادشخار مخصوص توریستا بودم. الان میخوام پادشخاری اختصاصی توریستا انجام بدم. حالا من یکم از این بهش بدم وگشه حالش جا میاد. این چه کاریه دوبره نکنی که برای چی؟ چرا نوکا این کارو بخوام بکنم که این گردن خودی بشه معتاد بشه تا بتونیم تا آخر عمر نگرش بدیم پول در بیاریم. دوبره راست ورده فکرشو بکن. این اگه بخواد اینجا ومونه از کنارش پول بیاری. گرفتم. و اینک برنامه فرهنگی بالا برره یا و آواز در دستگاه چهار باغ خواننده دو برره. اجازه بده من یکم از این وکشم. حال بخون. خواهش بستر بخون. وی وی بودا بابا دیبرادر
که شما همین الان دومت بذار رو کولت از برارا فرار کنی بری بیرون. خیلی ممنونم، من خیلی خیلی متشکرم، یعنی میتونم برم؟ من با اجازه پس میشه ببینم کجا؟ پس حق الحفاظت چی میشه؟ آها پول بدم الان. نه پس خب بده دیگه، حق الحفاظت میخوای؟ فردا تو رنجا گروگان میگیرن میدوزن و ما باید هزینه خرج بکنیم تا رو نجات بدیم. این تمام پولای من اینه. خوبه همین بسه، جونم با خلاص میتونم بکنم، برم الان. میتونی بری. ممنونم، خیلی ممنونم. بشون سر جاد میگم الان. تا الان که موندی امشب بره اینجا پیش من بمون، فردا صبح خود من میبرم من توی براره، جاهای خیلی خوب جهانگردی و توریستی رو بهت نشان میدم که خیلی خوب باشه. نه کمک یک موش انسان های سرپرم به شمپیت چرمیت کتکلیت. من بگوام این صنعت گردشگری خیلی چیز خوبی بید، اما غیر از این که بودجه برای این صنعت در نظر بگیری، ما باید کاری بکنیم، سعی بکنیم که توریست بیشتری جذب کنیم. همین این توریستی که اومده بود اینجا، دیدین چه تجربه شیرینی بود در امر صنعت گردشگری. همه خود برای خود ما خوب بیده، هم او خود توریست. بله واقعا همونطوره، مردم وای گلنج که وقتی این توریست داشت اتبرره رو ترفه کرد با گریه ترفه کرد، چون اینقدر اینجا بهش خوش گذشته بید که انگار ترک کردن برره برش سخت بید. بله کاملا درست میگه جان نثار عزیز، این توریسته داشت های های گریه میکرد و به سمت جاده میدوید. من خودم دیدم عزیزان من. من بگوام که شیفر جان، ما باید تری پیاده وا کنیم که این اقتصاد برره متحول بشه. من بگوام که برای این شکار توریست میخواین که جایزه تعیین بکنیم. من میگم این فکر بسیار خوبیه. بگیم هر کسی که بیشتر توریست سید کرد، هم تشویقش بکنیم هم جایزه بدیم بهش به عنوان قهرمان صنعت گردشگری. بنده هم سالار خان خیلی معذرت بخوام، بنده هم با شکار توریست موافق بودم، اما یه پیشنهادم بدارم. اون که اگر در ساعت اداره بخشدار موافقت وکنه که اینجا توریست باشه، من با اجازه سردار خان پادشاهش بخارونم. خب جان نثار چه عیبی داره؟ شما خارج از وقت اداری پادشاهی توریست هم بخارون. ای هلو، ای جاذبه گردشگری، ای رونق اقتصادی، ای ویران کننده اقتصاد تش محصولی. پس پیش به سوی شکار توریست.
که اینگار ترک کردن برره براش سخت بود. بله کاملا درست میگه جان نثار عزیز. این توریسته داشت های های گریه میکرد و به سمت جاده میدوید. من خودم دیدم عزیزان من. من بگویم که شیفراجا ما باید تری پیاده وار کنیم که این اقتصاد برره متحول باشه. من بگویم که برای این شکار توریست میخواین که جایزه تعیین بکنیم. من میگم این فکر بسیار خوبیه. بگیم هر کسی که بیشتر توریست سید کرد هم تشویقش بکنیم هم جایزه بدیم بهش به عنوان قهرمان صنعت گردش. بنده هم سالار خان خیلی معذرت بخوام، بنده هم با شکار توریست موافق بودم، اما یه پیشنهادم بدارم. اون که اگر در ساعت اداره بخشدار موافقت بکنه که اینجا توریست باشه، من با اجازه سردار خان پادشاهش بخارم. خب جان نثار چه عیبی داره؟ شما خارج از وقتی اداری پادشاهی توریست هم بخارم. ای هلو، ای جاذبه گردشگری، ای رونق اقتصادی، ای ویران کننده اقتصاد تش محصولی. پس پیش به سوی شکار توریست. ها توریست های محترم، ها به این منطقه باستانی ای برره خوش ویامدین. ای دو برره تو لیدر ای بالا برره بیده، منم شیر فرهاد تو لیدر ای پایین برره بیده. ها امیدوارم تا وقتی که اینجا هستید بهتون خیلی 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 خوش بگذره. بگویم که ای شما هم اگر خواستی از این منطقه دیدن و کنید تشریف و یارید ای خوش بگذره، قدمتان روی چشمم.